زندگی و آموزش. صحت و زندگی. شنونده عزیز سلام، برنامه هفته صحت و زندگی اختصاص یافته به مکروبی شدن زخم سیزارین یا ولادت دادن توسط عملیات. نشانه ها، اعراض و علائم التهابی شدن زخم سیزارین کدام هاست؟ علت های مصاب شدن به این مشکلات صحی چی ها بوده میتونه؟ تداوی های خانگی زخم سیزارین کدام هاست؟ و از زخم بعد از سیزارین چگونه مراقبت صورت بگیره تا بیمار زودتر صحت یاب شود؟ جواب به این همه پرسش ها را در برنامه حاضر بشنوین. سیزارین نوعی از عمل جراحی است و نزد مادران باردار که به دلایل مختلف نمیتونن به شکل طبیعی ولادت کنن اجرا میشه. به باور دکتران این عمل جراحی به مراقبت های جدی نیاز داره و هرگاه مادر بعد از عمل سیزارین از خود مراقبت نکنه به مشکلات بعدی صحی مواجه شده میتونه که یکی آن میکروبی شدن ناحیه زخم میباشه. یکی میکروبی و یا التهابی شدن جای عملیات چه نشانه ها، اعراض و علائم داره؟ از چند تن میشنویم. زمی بچی که عملیات شدی با نقص پیدا کردم. اینم دو جایی که برابر زمی کل کم سراخ و هیچ خوب نمیشه. او کش این جایی گرده ایمد این جایی در داره. اول باری من به تو خونریزی پیدا کردم طفل ما با عملیات به دنیا آمد و دوم باریشم جای عملیات ما دیگه خوب سعی میکروبی و چرک پرمید در دارم تا با میانم بعضا بسید سه سال شد که موقت زخم بعضا بسید خودم یک اولاد دارم دوم دفعه عمل هستم. در طفل اول ما عملیات شدم. آله همی جای عملیاتم درد میکنه. زیاد نارم هستم بخاطر که شب میخوابم جایم زیاد درد میکنه. سوختم دارم. دیگه دوام خورده نمیتونم بخاطر طفل دیگیم که بطن مست برزو توان میرسانه. آله سر اعصابم هم تاثیر کرده بخاطر که در وقت عملیاتم خونریزی داشتم و خون خود درست تکمیل نکردم. سر اعصابم زیاد فشار میاد. دم دوره دم عملیات شده مشکلاتم کم خون زیاد هستم دلبدی زیاد دارم کوکایم زیاد خراب میشه شکم پندید و چرک خون ریزی هم زیاد میکنم کالا که میشیم خمیر میکنم اینجا زیاد مشکل دارم بازی شیشه نمیتونم طفل شیر دادن نمیتونم درد میکنم. شنیده شد مادرانه که به اصطلاح مردم سر طفل خود عملیات شده بودن و جای عملیاتشان میکروبی شده بود دچار مشکلات چون درد، آمدن چرک از زخم، درد در انگام کارهای خانه و ناتوانی در مراقبت طفل مواجه شده بودند. دکتر مریم متخصص نسایی ولادی، موظف در بخش انجمن خانواده شفاخانه ملالای شهر کابل، تب، سرخی و خارش را نیز از نشانه های میکروبی شدن جای عملیات میگه. مادرایی که سیزارین میشه صحیح مراقبت نمیکنن. زخمای زینا اکثرا میکروبی میشه که مثلا سوزش، خارش، پندیدگی پیدا میکنن. زخمشان واز میشه که ماها ماها ایجور نمیشه و اکثرا چرک میگیره با سرخی و تب و ایگه پا بر خودشان میشه و همیست که هم به طفل خود رسیدگی نمیتونن هم به خودشان. به باور مردم و دکتر زمانی که زخم عملیات سیزارین التهابی میشه ساحه جراحی شده درد میداشته باشه خارش، سوزش و سرخی در ناحیه زخم دیده میشه پوندیدگی پیدا میکنه افرازات زردگونه ترشح میشه زخم باز میمانه و زود خوب نمیشه مادر جسمن و روحن نارام میباشه و حتی به خود و طفل خود رسیدگی کرده نمیتونه حال باید علتهای میکروبی شدن زخم سیزارین را بدانیم ما یک دونه طفلک دارم که سر زمان عملیات شدم بعد از عملیات هم این جایی که به حساب پاره کرده بودن کوک زدن و یک ذره میکروبی شد که نمیفهم چرا میکروبی شد ما دکتر گفته بود که باید بین طفل 3 سال فاصله کنی بخاطر که عملیات شدی ما فاصله را مراعات نکردم قصد نداشتم دیگه کار بر میکردم قلین بشوی کالا بشوی خمیر میکردم مشتکه که خیقم میشوشتم بار نقص پیدا کردم بسیار مادرها توجه نمیکنن تر طفلک که عملیات شده باشه نظافت در نظر نمیگیرن این مشکل پیدا میکنه زخمش میکروبی میشه ایدی از مردم علت التهابی شدن جای عملیات سیزارین را نمیدانستن برخی ها انجام کارهای ثقیل و تعداد هم در نظر نگرفتن نظافت را از علت ها گفتن دکتر در نظر نگرفتن فاصله بین ولادت ها را یکی از علت های مهم التهابی شدن زخم سیزارین میدانه
خانمایی که در اولادشون وقفه نداره، خودش باعث از این میشه که وجود از اینا ضعیف میشه. و دومی که اینا خانه وقتی که میرن بعد از عملیات ها اکثرا برای مریض انتیبیوتیک توصیه میشه از طرف دکتر، که بعض فامیلی هست که حتی همو انتیبیوتیک برش نمیگیرن، بعض پریزای بیجا سرشون میکنه که با اگلی مخوردن اینا رو نمیمانن. بعد از اونا یک میوه سینه میرسه، یعنی خود فقر غذایی باعث از این میشه که یک آدم مقاومت وجودش پایین باشه، زودتر زخمش جور نمیشه. و دیگه ای که نظافت مراد نمیکنن یا فرزند لباس نخی باید بپوشن و زوزو تبدیل شوه، بعضشون کارهای بسیار ثقیل میکنن. شنونده عزیز، شما برنامه ساعت و زندگی را میشنوین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده و موضوع آن سزارین یا ولادت دادن مادر توسط عملیات است. با باور دکتر، عوامل میکروبی شدن زخم عملیات، عمل نکردن به هدایت دکتران بعد از عملیات، نگرفتن دوای توصیه شده از طرف دکتر، در نظر نگرفتن نظافت جای زخم، پوشیدن لباس تنگ و نایلونی، گرفتن کوک ها توسط افراد غیر مسلکی، پرهیز های بیجا مثلا نخوردن لیمو و ماست، انجام کارهای ثقیل و کمک نشدن از طرف اعضای خانواده می باشه. ایده از مادران با پرهیز کردن از خوردن بعضی از غذاها و انجام بعضی کارها در خانه خواستن زخم خود را تداوی کنن. سه تا اولاد داریم. اول باری سامانتون خربوزه پرهیز کردیم، بانجان سیاه ثقیل شده نخوردیم، مایات می خوریم، یخنی می خوریم، چرکی چیز نگفت. بعد از عملیات دیگه متوجه خود بودم، هفته و دادیم دیگه غذای خود درست گرفتیم. از روزای اول کم کم به قدم زدن شروع کردم دیگه زخمای مبزود خوب شد. ایده از مادران بعد از عملیات از خوردن بادنجان سیاه، خربوزه و شفتالو پرهیز کردن. برخی ها زخم خود را آفتاب دادن و تعداد هم در روزای اول آرام آرام قدم زدن. دکتر نیز در این مورد گفتنی هایی داره. چند دقیقه که در میخانه قدم میزنن و یا بیرون برن برشون بسیار خوب است، به خاطر از این که رودایشان اینا باید پس فعالیت بفتن. جور شدن زخم هفته و بسیار تاثیر داره، که هفته و که بس پشت شیشه نباشه، هفته و که راست هم بتابه و در ساعت های ده بجه یا نو بجه ای وقتا باشه یا دیگر بر یک در پانزده دقیقه هفته و بتن بهتر است. بعد از عملیات اینا باید است که غذاهای نرم بخورن، به خاطر از اینکه باعث قبضیت نشه. خربوزه و بانجان سیاه و شفتالو دیگه پارا میگن، به این صورت کدام اساس علمی نداره. یک گپ در بین مردم بوده، یک اصطلاح است، مگر می کدام اساس علمی نداره که کدام نقص کنه. یا فرضاً از لیمو و ماس این گپا منشان میکنه که یه لیمو و ماس ایچیزا باعث موجود شدن زود زخم و مقاوم شدن وجودشان میشه، در میل مقاومت وجودشان بالا میبره. با گفته دکتر، خوردن بعضی خوراکه ها مانند خربوزه، بادنجان سیاه و شفتالو از لحاظ علمی مشکل نداره، اما گرفتن غذاهای سخت و ثقیل مانند لوبیا، نخود، نان خشک و برنج در روزهای اول ممکن سبب قبضیت شود. بنابراین مادران میتونن در روزهای اول از غذای نرم استفاده کنن. از همان روزهای اول کوشش کنن آرام آرام قدم بزنن. زخمهای خود را مستقیماً 10 الی 15 دقیقه از طرف صبح و یا دیگر آفتاب بدهند. کسانی هستند که هم خودشان و هم اعضای خانوادهشان توجه کردن تا زخم عملیات سیزارین میکروبی و خراب نشه. سر چهار اولادم عملیات شدیم، کالای پاک پوشیدیم، کلان نخیب آزاد باشه از خاطر که زخم میکروبی یا نشده. پاسمان رو صحیح کردیم. سه با سر اولاد عملیات شدیم، نه پاک از عملیات کدوم مشکل نیست. فامیل دکترها که چیزی که نظر میداد نظرم دکترها رو میگرفتم دیگه و وقفه میگرفتم. دو سال، دو نیم سال، سه سال وقفه گرفتم که زود عمل نگیرم. جای زخم نه میکروبی شده بود به خاطر که احتیاط میکردم. اکبر جان، سر مرسیش عملیات چه سه تا اولاد کرد می دگه تا توانایی برسه کدیش کمک میکنه. در چیزی که وزمین دگه چیزی که زور نزنه بشکه پروشدن هاو هاو چیزی وزمین دگه نمی بانه بزور بردار ایش وقت زخمش حرال نشده. سنوی عملیات شد
دخترک شد. بعد از عملیات خانه آوردمش، دمی شفاخانه هم کباب دادمش، خانه آوردمش، خودم بخشش کار کردم، ننوش کار کرد. دخترک های ما گفتم پیش قسمتش بود، آتی از دست ما کردیم، با روز ما بخوب وجه جور شد. تخم بخشش پخته میکردم، در روغن دنبه یخنی بخشش میکردم، پشت پالوش چرب میکردم، هر چیزی که بود دادمش، گفتم باش قوی شوه، سبزی میدادمش، شوروای ترکاری میکردم بخشش، ماست، لیمو، کل چیز میدادمش. ایدی از مادران با در نظر گرفتن فاصله دهی بین حمل ها، گرفتن دوای منظم طبق هدایت دکتر و در نظر گرفتن نظافت توانسته بودن از میکروب شدن جای عملیات سزارینشان جلوگیری کنند و همچنان اعضای خانواده اونا نیز با همکاری در کارهای خانه در بهبود زخم هایشان اونا را یاری رسانده بودند. دکتر گرفتن غذاهای مناسب را در این زمان یکی از راه‌های پیشگیری از التهابی شدن ناحیه زخم می‌داند. مادرایی که سیزارین میشه خود قدم اول چیزی که برشون استرف شبخانه تنسیه میشه که دوامی میشه باید است که بگیرن و یک استراحت داشته باشن، که یک خانومی که سیزارین میشه تقریبا در 18 ماه زخم زیاد داخل و بیرون جور میشه، اینو باید اقلا یک دو سال دو نیم سال عمل نگیرن تا ای که پس هم وجودشان بالا تولی بیه. دومی که چیزای مثلا بگیرن که هم پس و خونساز باشه که خون از اینا پوره شود، باید تو حتمی نیست که قدم گوشت و بدنگ بخورم، نمی سبزیجات که برگ سبز داره کلش خونساز است، میوه‌جات این چیزا رو که بخورن کلش ویتامین داره. زمانی که زخم عملیات سیزارین التهابی شود، درد، خارش، سوزش و سرخی در ناحیه زخم احساس و دیده میشه. افرازات زردگونه از زخم خارج میشه و زود خوب نمیشه. به باور دکتر، عوامل میکروبی شدن زخم عملیات، عمل نکردن به هدایت دکتران بعد از عملیات، نگرفتن دوای توصیه شده از طرف دکتر، در نظر نگرفتن نظافت جای زخم، پوشیدن لباس تنگ و نایلونی، گرفتن کوک ها توسط افراد غیر مسلکی، پرهیز های بیجا مثلا نخوردن لیمو و ماست، انجام کارهای ثقیل و کمک نشدن از طرف اعضای خانواده می باشه. به خاطر جلوگیری از میکروبی شدن زخم سیزارین، اولا دوای داده شده از طرف دکتر را باید گرفت. جای عملیات پاک نگهداری شوه، مریض لباس آزاد و نخی بتن کنه، زخم های خود را از طرف صبح و دیگر مدت 10 الی 15 دقیقه مستقیما آفتاب بده، جهت گرفتن کوک نزد شخص مسلکی مراجعه کنه، از ترکاری خصوصا لیمو، سبزی و از لبنیات و میوه‌جات زیادتر استفاده کنه تا آهن، کلسیم و منرال های دیگه بدنش تکمیل شوه، تا دو نیم الی 3 سال حمل نگیره، کارهای ثقیل انجام نده و اعضای فامیل باید با وی کمک کنه. به این گونه زخم ها زود خوب میشن و مشکل نمی داشته باشن. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده بود. اگر شما هم در مورد برنامه های ما نظر و یا پیشنهاد دارین، میتونین به شماره تلفن 020-240-5101 با ما مستقیما به تماس شوین و اگر به اینترنت دسترسی دارین، با سایت تجلا نقطه ای اف رفته برنامه های تعلیمی ما را هم بخوانین و هم بشنوین.